بازرسان سازمان ملل روز سه‌شنبه با اشاره به شکنجه سیستماتیک، تجاوز گروهی و سوء استفاده از کودکان در میانمار هشدار دادند که جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی که توسط ارتش میانمار با سرعت نگران کننده ای افزایش یافته است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. مکانیسم تحقیقاتی مستقل در مورد میانمار اعلام کرد که در 6 ماه گذشته تخمین زده می شود که بیش از 3 میلیون نفر در میانمار مجبور به ترک خانه های خود شدند، چرا که درگیری ها در داخل این کشور همچنان جریان دارد. نیکولاس کومجیان، رئیس مکانیسم تحقیقاتی مستقل در مورد میانمار در ادامه گفت: ما شواهد قابل توجهی را جمع‌آوری کرده ایم که بیانگر رفتارهای خشونت‌آمیز و غیر انسانی در سراسر میانمار بوده و جنایات بسیاری که با هدف مجازات و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم غیر نظامی انجام شده است وجود دارد. این نهاد در گزارش سالانه خود که از ابتدای ژوئیه 2023 تا 30 ژوئن 2024 را شامل می شود، گفته است که در درگیری در میانمار در طی مدت یاد شده به میزان قابل توجهی تشدید شده و گزارش هایی از جنایات مکرر و خشونت آمیز در سراسر کشور دریافت شده است. بازرسان این نهاد گفتند که شواهد قابل توجهی از جنایات جنگی شدید و خشونت‌آمیز از جمله حملات هوایی به مدارس، ساختمان‌های مذهبی و بیمارستان‌ها و اهداف آشکار غیر نظامی جمع‌آوری کردند. آنها همچنین به قطع اعضای بدن بازداشت شدگان از جمله سربریدن و نمایش عمومی اجساد مثله شده اشاره کردند. بازرسان در رابطه با حبس‌های غیرقانونی از جمله بازداشت خودسرانه و محاکمه‌های ناعادلانه آشکار مخالفان نظامی حکومت میانمار گفتند. هزاران نفر از افراد یاد شده دستگیر و بسیاری از آنها شکنجه یا در بازداشت کشته شده یا مورد تجاوز قرار گرفته و یا سوزانده شدند. حکومت نظامی میانمار در کودتای فوریه 2021 به قدرت رسید و دولت منتخب آنگ سانگ سوچی را سرنگون و به حاکمیت 10 ساله دموکراسی پایان داد و این کشور جنوب شرقی آسیا را در آشفتگی خونینی فرو برد. حکومت نظامی در تلاش است تا مقاومت‌هایی که در برابر حکومت خود توسط گروه‌های شورشی قومی قدیمی و نیروهای جدیدتر طرفدار دموکراسی شکل گرفته را نابود کند. در این گزارش آمده است که در سرکوب مخالفان پس از کودتا شواهد فراوانی از شکنجه سیستماتیک در بازداشت وجود دارد. روش‌های شکنجه شامل ضرب و شتم با چوب بامبو، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن با انبردست، پاشیدن بنزین به بازداشت شدگان و آتش زدن آنها، فرو بردن سر در آب تا مرز خفگی، شکستن انگشتان و مجبور کردن زندانیان به مشت زدن به یکدیگر بوده است. گفتنی است که مکانیسم تحقیقاتی مستقل در مورد میانمار توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2018 برای جمع‌آوری شواهد از جدیدترین جنایات بین‌المللی در میانمار و تهیه پرونده برای تعقیب کیفری آنها تأسیس شد. یافته‌های این گزارش بر اساس تقریباً 28 میلیون مورد از اطلاعات جمع‌آوری شده از بیش از 900 منبع است. این تیم همچنین شواهدی مانند ویدیو، تصاویر جغرافیایی و پزشکی قانونی را مورد مطالعه قرار دادند، در حالی که بیشتر این اطلاعات مربوط به جنایاتی است که گفته می شود توسط نیروهای امنیتی میانمار انجام شده است. ناظران گفتند که شواهد معتبری نیز از جنایات گروه‌های مسلحی که علیه ارتش می جنگند وجود دارد. نیکولاس کومجیان، رئیس مکانیسم تحقیقاتی مستقل در مورد میانمار گفت: هیچ کس در قبال این جنایات پاسخگو نبوده است که همین مسئله عاملان جنایات را جسورتر کرده و معافیت از پاسخگویی و فرار از مجازات در این کشور را تعمیق می بخشد. اما ما تلاش می کنیم این چرخه را بشکنیم. او ادعا کرد که این نهاد پیشرفت قابل توجهی در رابطه با باز کردن پرونده های کیفری علیه کسانی که بیشترین مسئولیت در رابطه با این جنایات را داشتند کسب کرده است. در پایان این گزارش آمده است مکانیسم تحقیقاتی مستقل در مورد میانمار امیدوار است شواهدی که جمع‌آوری می‌کند روزی در دادگاه ارائه شود و مسئولان جنایات با عدالت روبرو شوند.
از رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای رئیسی سلام و عرض ادب. آقای رئیسی، با توجه به گزارشی که شنیدیم، به نظر شما ریشه این قساوت ها در بشر امروزی چیه و چگونه میتوان افکار عمومی دنیا را نسبت به ظلم نسبت به مسلمانان در نقاط مختلف دنیا آگاه کرد؟ بفرمایید. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و برنامه خبر اخبارشیه. بله، متاسفانه یک خبر ناگواری هست و اون برخورد بسیار خشن و غیر انسانی و ضد اخلاقی در میانمار علیه مسلمان ها. ولی اگر اجازه بدید ما این رو در یک کانتکست بزرگتر و فراگیرتر نگاه بکنیم و اون بحث برخورد جامعه موجود تحت عنوان نظام بین الملل با کلیت مسلمانان در اقصانقات مختلفه. من اگر این پیشفرض رو بخوام دستمایه عرایزم قرار بدم، به این نتیجه میرسم که با موج بیداری اسلامی که طی این چند دهه ایجاد شده، به خصوص بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و سلطه به اصطلاح دنیای استعمار بر تمامی جهان و تقسیم و تجزیه کشورهای اسلامی، در اونجاست که ما می‌بینیم که بعد از مدت‌ها که سرکوب شدید از سوی استعمار تحت عنوان نظم نوین جهانی بر مسلمان‌ها استوار شده بود، یک موج بیداری رخ داده که این موج بیداری موجب برخورد و تنازع حکومت‌ها، چه در حکومت‌های محلی و چه در بزرگتر و فراگیرتر دنیای استکباری علیه مسلمان‌ها شده. چون با این موج بیداری بر همون اساسی که مسلمان خودشون مستقل باشند در برابر ظلم همواره ایستادن، موجب تهدید نظام نوینی هست، نظام بین المللی است که برخواسته و بیرون آمده از دل جنگ جهانی هست و این موجب ضعف و برخورد شدید با عرضم به حضورتون که دنیای استکبار شده. لذا دنیای استکبار همه امکانات خودش رو فرا گرفته این سرکوب رو انجام بده. از جمله در همین مسئله میانمار میدونیم که متاسفانه علل اغلب بوداییان میانماری تحت تأثیر تبلیغات جهان غرب و نظامات سرمایه‌داری و اولیگارشی حاکم بر جهان همسویی پیدا کردن با اون نظام فکری صهیونیستی عالم که نسبت به مسلمان ها بدبین باشن. و البته در اینجا متاسفانه یک خانشه های جدید خشونتبار و قرائت ناصحیحی هم که از دل اسلام در پی این رو بیداری جهان اسلام بروز و ظهور پیدا کرده، این موجب یک تنازع و تقابل شدید میان اون جریانات سرکوبگر بین المللی نسبت به جامعه اسلامی شده. لذا ما هر روز شاهد این هستیم که مسلمانان روهینگیا چه در خود چین و چه در خود میانمار و حتی در هندوستان و در اقصانقات عالمی دیگه، از جمله همین مسئله غزه، همواره موجب هجوم و سرکوبی. من در این کانتکست باید این مسئله رو ببینیم و اون رو اگر من به طور خلاصه دوباره تکرار کنم، در فرایند موج بیداری اسلامی است که جامعه اسلامی دوباره بازسازی خودش رو به عنوان یک جریان فکری و نوع مستقل داره به جهان تسبیح میکنه. بله، با تشکر از رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.